اگر fx مساویه با x-1 به روی x-1 به ازای x مخالف 1 و a به ازای x مساویه 1 و gx مساویه با x2 به اضافه x به اضافه b باشد و تساوی fx مساویه با gx به ازای هر عدد حقیقی برقرار باشد حاصل i به اضافه 2b کدام است؟ اومده گفته دو تا تابع داریم که با هم مساوی ان دو تا که با هم مساوی بودن چه شرطهایی داشت اولا دامنه هاشون باید با هم مساوی باشن دوما با ضابطه هاشون دامنه هاشون با هم مساوی هستن چون دامنه این آره دامنه اونم آره نگی گفته آقا x مخالف یک خب بالا گفته x مخالف یک ولی پایین x مساوی یک رو داده دیگه یعنی یه مقدار برای نقطه x مساوی یک در نظر گرفته ایگرگش میشه آ حالا چون گفته دو تا تابه با هم مساویان ضابطه هاشون هم با هم مساویان چیکار باید بکنم یه ذره اول اف ایکس رو ساده تر کنم ایکس منهای یک رو اگه من باز کنم میشه ایکس منهای یک در ایکس دو به اضافه ایکس به اضافه یک تقسیم بره ایکس منهای یک اینجا هم آ دارم اینجا x های مخالف یک اینجا x مساوی با یک آقا این x منهای 1 که با این x منهای یک ساده میشه مشکلی ندارم یعنی ضابطه تابع f به ازای x های مخالف یک در اومد x2 به اضافه x به اضافه 1. مگه نگفته بود این دوتا تابع با هم مساوی هن. یعنی ضابطه هاشون باید با هم برابر ماشن دیگه من اونجا دارم x2 به اضافه x به اضافه b اینجا دارم x2 به اضافه x به اضافه 1، یعنی اون عدد ثابت هامون. یعنی این یکه با این بیه باید با هم چی باشن؟ برابر باشن پس بی در میاد یک این از بی آرام از ما میخواد مگه تو تابع اف آ نمیشه مقدار تابع در نقطه یک مگه اینجوری نمیتونم بنویسم مگه نمیتونم بنویسم اف یک مساوی آ خب حالا مگه دو تا تابه با هم مساوی نیستن پس وقتی f1 میشه آ این باید قطعا با g1 چی باشه برابر باشه یعنی f1 باید با g1 برابر باشه برم g1 رو حساب کنم g1 یعنی به x1 بده میشه x2 به اضافه x به اضافه بی هر جا x داری 1 بده تازه بی هم داری 1 میشه 1 به اضافه 1 به اضافه 1, 1 میشه 3 پس قطعا آ در اومد 3 اینم میرم میذارم اینجا سوال از من چی میخواست؟ سوال آی به اضافه دو بی رو میخواست آی به اضافه دو بی یعنی سه به اضافه دو یعنی پنج پس پاسخ سوال میشه گزینه یک